بارش باران‌های سیل‌آسا علاوه بر تعدادی از استان‌های ایران در افغانستان و پاکستان هم باعث بروز خسارات جانی و مالی شده است. در گزارش همکارم به این موضوع پرداخته شده که با هم می‌بینیم. بارش‌های مداوم 7 استان ایران یعنی بوشهر، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان، هرمزگان و یزد را با سیل درگیر کرده است. نگرانی در ارتباط با بحرانی شدن شرایط هنوز وجود دارد و هشدارهای قرمز همچنان پابرجا هستند و اگر اتفاق دیگری رخ دهد به دلیل مسدود بودن راه‌های عبور و مرور نوع امدادرسانی نیز دچار مشکل خواهد شد. از سوی دیگر شرایط برخی از مناطق این 7 استان آنقدر بحرانی است که مقاطع مختلف تحصیلی تعطیل شدند. مسئولان رسمی در ایران از زخمی شدن 3 تن در سیلاب استان سیستان و بلوچستان و زخمی شدن 3 نفر در اصلویه خبر دادند. در منطقه کاروندر، شهرستان خاش، در استان سیستان و بلوچستان 4 کارگر راهسازی که با لودر قصد بازگشایی مسیر را داشتند در رودخانه دامن دچار حادثه سیلاب شدند که تلاش برای پیدا کردن جسد یکی از کارگران ادامه دارد. بابک محمودی رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر ایران از امداد رسانی به 208 نفر و اسکان اضطراری برای 13 نفر و تخلیه آب از 8 واحد مسکونی خبر داده است. با توجه به فعالیت سامانه بارشی و ادامه سیل بر اساس تصمیم ستاد پیشگیری، فرماندهی و عملیات پاسخ به بحران در استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان و فارس مدارس در تمامی مقاطع تحصیلی به دلیل احتمال بارش شدید باران و آب گرفتگی معابر به صورت غیر حضوری برگزار می شود. همچنین مقام های پاکستان و افغانستان اعلام کردند که بارندگی های شدید، رعد و برق و سیل در هر دو کشور باعث کشته و زخمی شدن دست کم 100 نفر در چند روز گذشته شده است. سخنگوی اداره ملی مدیریت بلایای طبیعی افغانستان گفت که سیل در 13 ولایت از 34 ولایت این کشور خسارات جانی و مادی به بار آورده و منجر به کشته شدن نزدیک به 50 نفر و زخمی شدن 10 تن و تلف شدن 100 دام گردیده است. مقام های فدرال و استانی پاکستان هم گزارش دادند که بیش از 50 نفر بر اثر باران های شدید، سیل ناگهانی، رعد و برق، طوفان و رانش زمین جان خود را از دست دادند. گفتنی است بیشتر تلفات در شمال غربی استان خیبر پختونخوا و استان پنجاب رخ داده است و مقام ها گفتند که حداقل 42 نفر در هر دو استان کشته و تعداد زیادی زخمی شدند. سازمان های امدادرسان در هر دو کشور به امدادگران توصیه کردند که در حالت آماده باشه کامل بمانند، زیرا در اواخر این هفته بارندگی های شدید دیگری پیش بینی خواهد شد.